مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. حکومت به تعهداتش در توافقنامه سیاسی عمل نکرده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. آقای دوستم تأکید دارد که شورای امنیت ملی شمار نگهبانان آقای دوستم را که مربوط قطعه رجال برجسته می شدند نیز کاهش داده است. سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم می گوید که بر بنیاد توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت جدید قرار بود هزاران تن از نظامیانی که در کنار آقای دوستم هستند شامل نهادهای امنیتی شوند، اما تا کنون حکومت این کار را انجام نداده است. از سوی هم احسان نیرو سخنگوی آقای دوستم تأکید دارد که شورای امنیت ملی شمار نگهبانان آقای دوستم را که مربوط قطعه رجال برجسته می شدند نیز کاهش داده است. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، 180 نگهبان رسمی از قطعه رجال برجسته دارد و 20 نظامی دیگر از ارتش برای او تأمین امنیت می کنند. آقای نیرو گفت در تفاهم نامه سیاسی هر دو تیم چون این مورد ذکر شده که حضور نیروهای امنیتی و تشکیل معاونیت اول مربوط مارشال صاحب دوستم می شود. بر بنیاد بخشی از اطلاعات که شورای امنیت ملی با تولونیوز در میان گذاشته است، مارشال دوستم تا 200 نگهبان، گلبدین حکمتیار 180 نگهبان، محمد محقق 150 نگهبان، کریم خلیلی 125 نگهبان، عبدالرب رسول سیاف بیش از 100 نگهبان از قطعه رجال برجسته دارند. اما این نهاد رقم نگهبانان جنگ افزارها و وسایل نظامی احمد ضیا مسعود، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، سید حامد گیلانی و ذبیح الله مجددی را که در نامه بر رئیس جمهور از کاهش نگهبانانشان شکایت کردند مشخص نمی سازد. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی گفت اگر اینها می خواهند که نگهبانان شخصی بیشتر داشته باشند، می توانند از معینیت تصدی عامه به مصرف شخصی خودشان بگیرند. در این میان رئیس دفتر آقای محقق کاهش نگهبانان آقای محقق را غیر عملی و خطرناک می داند. غلام قادر سکندری رئیس دفتر محمد محقق بیان داشت گرفتن 100 یا 80 محافظ از وزارت داخله و پرداخت معاش آنها به صورت ماهوار از امکانات استاد محقق نیست. شورای امنیت ملی پیش از این گفته بود که هزینه یک سال تأمین امنیت رجال برجسته تا 4 میلیارد افغانی می شود. عارف رحمانی عضو مجلس نمایندگان بیان داشت حکومت باید اولویت بندی بکنند. یک تعداد افراد هستند که در درجه خطر بالا هستند. از سوی دیگر در روزهای پسین صدها تن از نظامیانی که چندین سال در قطعه رجال برجسته وظیفه کرده بودند ادعا کردند که به گونه تبعیض‌آمیز برکنار شدند، اما شورای امنیت ملی این ادعا را نمی‌پذیرد. و این در حال است که مخالفان و ناراضیان داخلی جمهوری اسلامی افغانستان مذاکرات قطر و توافق برآمده از آن را فرصت بیرون کردن رئیس جمهور غنی از ارگ می دانند. امیدواری و استدلال آنها در ظاهر منطقی و قابل تایید برای بخشی از افکار عمومی داخلی و خارجی هست. افغانستان به صلح ضرورت دارد. بحران افغانستان
راه حل نظامی ندارد. صلح بدون انعطاف طرف های جنگ و بده و بستان محقق نمی شود. اشرف غنی باید آماده باشد تا در آزای توافق صلح ارگ را ترک بگوید. حالا مخالفان غنی با طرح و تلقین این ذهنیت که صلح اولویت دارد، با بودن اشرف غنی در ارگ او را تحت فشار قرار می دهند. بس بر سر حکومت موقت که طرح آن را تولونیوز افشا کرد و حتی بردن نام های به عنوان رئیس حکومت موقت این فشار را مضاعف می سازد، خبرگزاری جمهور از ادعای عبدالحفیظ منصور خبر داد که در صدد به دست آوردن ریاست حکومت موقت است. بی بی سی احمد شاه درونی را در سال جدید میلادی در این مقام نام برد. خلیلزاد و مایک پامپیو با رئیسشان دونالد ترامپ عاشق ملا برادر هستند یا بودند که او را به ارگ برسانند. برخی ها از ریاست حنیف اتمر و عمر زاخلوال در حکومت موقت سخن می گویند. اما اشرف غنی تا حالا هیچ اعتنای به این سر و صداها نشان نداده است. او برخلاف از برگزاری انتخابات آینده و انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب سخن می گوید. غنی قدرت را در دست خود دارد. زندانیان طالب در زندانهای حکومت او است. نیروهای نظامی و امنیتی دولت را او در فرمان خود دارد. نه مخالفان و نه منتقدانش به نظر نمی رسد که او با خواست مخالفان و حتی با توافق سیاسی برآمده از مذاکرات قطر ارگ را ترک بگوید. مگر آنکه ایالات متحده آمریکا از دستش بگیرد و بگوید وقت تمام است، بفرمایید بیرون. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.